با عرض سلام و تقدیم بهترین آرزوها به نام نامی حضرت حق و با درود به روان پاک اشرف انبیا، امروز شنبه 14 ماه سپتامبر سال 2019 در ساعت 8:30 بامداد به وقت غرب آمریکا در خدمت شما عزیزان هستیم و توفیقی حاصل شد که بخش دیگری از برنامه‌های زنده و مستقیم رو قادر باشیم حضور شما تقدیم کنیم. در جلسه گذشته، در هفته گذشته، تعدادی ایمیل از دوستانی دریافت کردیم که انتقاد میکردند که چرا ما مراسم عزاداری، عنوانی که داشتن عزاداری شهادت سید شهدا حسین ابن علی رو انجام ندادیم و توضیح داده بودم که من با شرایطی که از نظر فنی بر ما تسلط داره و ما تحت در واقع امکانات محدودی هستیم که این شبکه برنامه‌های زنده یا اپراتور لایو به صورت دائم 24 ساعته نداره و برنامه ها از قبل روی یک سیستمی که پلیلیست بهش میگن ضبط میشه و پخش میشه و قطع برق داریم، قطع اینترنت داریم، اشکالات فنی دیگه ای داریم، دستگاه ها کهنه است و مشکلی که ما تنظیم بکنیم که در یک موقع معینی یک برنامه معینی پخش بشه. ولی از نظر عزاداری های خشن من اساسا با این عزاداری ها موافق نیستم و عقیده دارم که اینها در واقع یک پوششی هست که روی نهضت اصلی امام حسین پا میگذاره و موجب انسداد راه برجسته و قابل قبول ایشان میشه. از نقطه نظر ارادت شخصی هم من دارای ارادت هستم به سید شهدا و هم راه او رو خیلی راه مفید و مؤثر و پاینده میدانم. به همین دلیل من 10 ساعت، 10 جلسه 1 ساعته در ارتباط با حق حاکمیت فردی و عدالت اجتماعی در ارتباط با مکتب امام حسین سخن گفتم که فکر میکنم بزرگترین بزرگداشت برای ایشان باشد. ولی در این حال مطالبی هم هست که در جاهای دیگه گفته میشه یا معرفی هایی هست که از امام حسین میشه که من با اون معرفی ها هم موافق نیستم. اما از اونجایی که نمیخواهیم که هیچ کدام از شما بیننده ها رنجهی دل رنجهی از ما داشته باشید و احساس کنید که این شبکه مال شما نیست، من ضمن این که به همه صحابه پیامبر، به همه یاران پیامبر، به همه کسانی که از جان و مال در راه
حفظ عدالت اجتماعی و تسهیل راه آموزش توحید در خدمت رسول اکرم بودن به همه این بزرگان احترام میگذارم و بارها هم در این مورد سخن گفته شده و به هیچ عنوان من دوستی با علی رو دشمنی با عمر نمیدانم و هرگز دوستی با عمر رو ملازم با دشمنی با علی نمیدانم و همه این افراد بزرگ و فداکار گلهای رنگارنگ بوستان فرهنگ، معرفت و آموزش قرآن هستند که اینها محصولات درخت هدایت قرآن هستند و هر کدام از اینها در یک موقعیت خاصی از تاریخ وظیفه‌ای داشتند که با جان و دل و با خلوص کامل برای نگاه داشته ارزش‌های توحیدی و در واقع توجه و دقت و حمایت از حق مردم، عدالت به اون معنا عرض میکنم، حق رو و مسئولیت رو در جامعه رعایت کردند و به همه این بزرگان ما احترام میگذاریم. اما در مورد حسین ابن علی به خصوص در مورد ایشان، کسانی که برای ایشان عزاداری میکنند و حسینی رو که معرفی میکنند، ما در رفتار اینها 180 درجه اختلاف میبینیم. مثلا در یکی از کلیپ هایی که نگاه میکردم، مجاهدین خلق عزاداری میکردند و دیدم برای اولین بار یک خانمی میخوانند و یک سری آقایون هم هستند که همراهی میکنند و مراسم بزرگداشت سید شهدا را انجام میده. خب از نظر تشریفات هم اینها این تشریفات رو انجام میدن، هم جمهوری اسلامی این کارها رو انجام میده. اما اینها میگوین ما پیرو راه حسین هستیم و جمهوری اسلامی پیرو راه یزید. جمهوری اسلامی هم میگوید ما پیرو راه حسین هستیم، این مجاهدین پیرو راه یزید هستند. تکلیف ما در اینجا چیست و با این فرصتی کم و بودجه ضعیف و بضاعت حقیری که داریم ما چه میتوانیم بکنیم جز این که به قرآن بپردازیم و بگذاریم مردم ادعای افراد رو در انطباق با قرآن تشخیص بدن؟ در یک کلیپ دیگری مشاهده میکردم که امسال مد شده که در عزاداری امام حسین تعدادی افراد روی زمین خوابیدن و یک اتومبیل از روی پشت اینها رد میشه و چند نفر از اینها نیمه جان، چند نفر سالم و تعدادشون هم مردن در این عزاداری. هیچ کدام اینها با مکتب امام حسین تطبیق نمی کنه و حالا من 10 ساعت برنامه‌ای که در ارتباط با معرفی ایشان انجام دادم اینجا نمیتونم 10 ساعت رو دوباره تکرار بکنم، توی یوتیوب و نشریات دیگر هست که میتوانید مراجعه بکنید. و اینکه ما در اینجا قضاوت بکنیم که کدام یک از اینها یزیدی هستند، کدام یک از اینها حسینی هستند و اساساً مکتب حسین چه مفهوم و معنایی دارد، بسیار بسیار کار مشکلی است و این فرصت‌های کم و گرانبها رو به نظر من باید به قرآن اختصاص داد و خود قرآن به عنوان قاضی و به عنوان میزان و به عنوان فرقان حکم خواهد کرد و ما با یادداشت قرآن قادر خواهیم بود که ادعاهای افراد رو در میزان و ترازوی قرآنی اندازه بگیریم و ببینیم که چه کسانی
در شخصیت و در هدف یزید لباس حسین نمی پوشند. همین قدر عرض میکنم که در برنامه های گذشته هم راجع به این موضوع توضیح بسیار داده شده که اشکال کار در این است که حسین لباس اختصاصی ندارد و یزیدهای زمان هم لباس حسینی می پوشند و به تقلید از حسین سخن می گویند و تئاتر پیروی راه حسین رو ایفا می کنند. اما قطعا اگر ما درباره ادارت حسینی راست می گفتیم، دنیا به این درجه از انحطاط اخلاقی و سیاسی و اقتصادی نمی رسید. امروز کسانی که ادعای تشیع می کنند دشمنان شیعه علوی هستند. امروز کسانی که ادعای تسنن می کنند دشمنان راه عمر فاروق هستند. شما به این حکومت ایران نگاه بکنید. آیا این سرقت ها و این فقری که برای مردم به وجود آوردند این راه علی است؟ شما به افغانستان نگاه بکنید. به قیمت خون مردم افغانستان آسمان خراش ها در دبی ساخته شده. سر در برف نکنید. اکثریت مردم افغانستان اهل تسنن هستند، به خصوص حکومت افغانستان. آیا این عدالت عمر فاروق است که اینها دنبال می کنند؟ عمر اینطور زندگی می کرده؟ در تمام تواریخ دوست و دشمن درباره عمر که می نویسند، بعضی ها تعریف میکنند از او، بعضی ها مذمت میکنند او رو به علت سختگیری بیش از حدی که در مورد خزانه مردم داشته و زندگی ساده ترین نوع زندگی رو عمر میکرد. هیچ کدام از این خلفا من میفهمم که چه میگویم، در تنگنای زندگی در زمان حکومت معادل عمر نبودند. عمر فوق العاده با فقر زندگی می کرده و در زمان حکومت او معروف است، در تمام تواریخ هست که وقتی که نماینده های کنسول روم برای دیدن او می آیند، دنبال کاخ می گشتند، دنبال قصر می گشتند و بعد می بینند که یک شخصی در گرمای منطقه زیر یک درختی در بعد از ظهر خواب بعد از ظهر می کنه یا قیلوله می کنه و سرش رو روی یک سنگی گذاشته و خوابیده. دنبال عمر بودن که ببینن خلیفه امپراتوری اسلام کجاست، خلیفه رو در اون حال پیدا میکنن. ما اگر فکر بکنیم که فردا زیر خروارها خاک، اگر اعتقادی به بقای روح داشته باشیم و بقای هستی داشته باشیم، ما برای حرفهایی که میزنیم، برای کارهایی که میکنیم، برای گمراه کردن هایی که با حرف هامون ایجاد میکنیم، باید مسئول باشیم و باید پاسخگو باشیم. رفتار غیر مسئولانه به وسیله افراد نشان دهنده عدم وجود ایمان و دین برای اونهاست.
و تقسیم کردن پیروان قرآن و موحدین به فرقه های مختلف محاربه با خداست و هر اسمی و هر فراری بر فرقه قرار بگیره فرقه فرقه است و فرقه در قرآن تحریم شده و نه تنها مذهب بلکه حتی دین در قرآن جمع بسته نشده و دین توحیدی همیشه در بیان یک دین واحد به کار رفته و همینطور کتاب و راه هدایت دین در قرآن به عنوان مفرد استفاده شده. یک دین و یک کتاب. سیاست‌های روز از زمان‌های قدیم بر این مبنا بوده که برای ایجاد تفکیک و تفریق بین مردم باید یه مذهب جدید ایجاد کرد، دین جدید ایجاد کرد، فرقه جدید ایجاد کرد و برای اینکه مردم با هم نزدیک نشن باید پیروان بزرگان دین با هم در حال جنگ باشند. و چطور جنگ میکنند؟ با ایجاد تنفر و در واقع نفرت از یکدیگر. و چطور نفرت پیدا میکنند؟ به بزرگان هم توهین میکنند و برای شخصیت هایی که پایه های اسلام روی شانه های اونها حرکت میکنه برای اینها حزب و فرقه درست کردن و در واقع با توهین و تجاوز به حقوق این صحابه بین پیروان اونها دشمنی و اختلاف به وجود می آورند. باید جلوی این کارها گرفته بشه و نگرش های فقهی با بازی های فرقهی نباید اشتباه بشه. ما می توانیم که در فقه، یعنی در چگونگی استنباط مطالب حقوقی قرآن با همدیگه تفاوت داشته باشیم و همین تفاوت ها باعث رشد جامعه می شود. چندین بار تا به حال در این برنامه توضیح داده شده که از زمانی که امام جعفر صادق در واقع در سیستم اثنی‌عشری ششمین امامی که عقیده دارند به وجود او، اولین پایه‌گذار استنباط حقوقی رسمی از قرآن می شود و این کار رو به صورت آموزشگاه و به صورت دانشگاه تبدیل میکنه و نگرش حقوقی فرمال یا رسمی در یک چارچوب معین به قرآن میده و همه شاگردان او در کمال تعجب و تحسین کسانی بودند که نگرش فقهیشون با او تفاوت می‌کرده. مستقیم یا غیر مستقیم چهار مذهب دیگر فقهی، حنفی، حنبلی، شافعی و مالکی، اینها همه بزرگانش مستقیم یا غیر مستقیم شاگردهای امام جعفر صادق بودند. یعنی کسانی که معلم فقه اونها امام جعفر صادق بوده در نگرش فقهی مثل امام جعفر به فقه نگاه نمی کردند و این دستبندی ها و تفاوت های قابل قبول فقهی که استنباط های مختلف فقهی است
وجود داره، اینها همه در زمان امام جعفر صادق پایه‌گذاری میشه. و همه اینها شاگردهای یک مکتب بودن، همه اینها مثل برادر بودن با هم، ولی استنباطهای متفاوتی بر مبانی حقوقی قرآن داشتند و باید این روش هم ادامه داشته باشه. اما این ساختن دین نیست. روش فقهی نباید تشکیل فرقه بدهد. اشکال از اینجا به وجود می آید که این بزرگانی که پیشروان مکاتب فقهی هستند، دیگران از مکتب فقهی اینها دین ساختند و نگرش و استنباط فقهی اینها رو به صورت غیر قانونی تبدیل به قانون کردند. نظریات فقهی امام جعفر صادق قابل مطالعه است، ولی نظریات فقهی ایشان قانون نیست. نظریات فقهی مالک ابن انس یا سه مذهب فقهی دیگر، هیچ کدام اینها قانون نیستند، نظریه هستند. قانون در شورا، شورا و شورا. ما از شورا دور شدیم که نگرش های فقهی تبدیل به فرقه شدند، برای اینکه ما گناهکاریم. اگر ما قانون رو محدود و معطوف به شورا بدانیم و رعایت کنیم، هیچ نگرش فقهی نمیتواند علی الرأس و مستقیم تبدیل به قانون بشود. قانون متکی به حق حاکمیت فردی و در شورا باید انجام بشود. بزرگترین فرمان قرآن و شاورهم فی الامر، در هر مورد قانونی قانون اون امر باید در شورا مطرح بشود و در شورا تصویب بشود. و شورا عبارت از اجماع و اجتماع مردم است، قبول نمایندگی، تشکیل نمایندگی و آراء نمایندگان مردم که تشکیل قانون می‌دهد. هیچ عامل و هیچ قدرت تحمیلی دیگری نباید در جامعه وجود داشته باشد و قرآن پیوسته باید در مقام تعلیم ابقا و قبول شود. و از قرآن که کتاب تعلیم است، کتاب تحکیم و تحمیل حکم نسازیم. اسلام کتاب حکمت است، نه کتاب تحمیل حکمت. این نکته بسیار ظریف است که آیا اسلام حکم دارد؟ حکمی که بر اساس حکمت است حتما دارد. آیا اسلام حکمت رو میپذیرد؟ حتما میپذیرد و تعلیم میدهد و از ما میخواهد که تعقل به کار ببریم، بیاندیشیم، تعمق و تعقل در امور داشته باشیم. حتما در اسلام حکمت وجود دارد، حکم هم وجود دارد. اما مردم به محض اینی که حکمت تحمیل بشود، یعنی حکمت مستقیما تبدیل به قانون بشود، یعنی خدا بگوید این حکمت من است دیگه،
من چون این حکمت رو دارم، حکمت خدا، بنابراین این حکمت رو باید اجرا بکنم، چون در این حکمت که نقصی نیست. اما خدا هم حکمت خودش رو اجرا نمی کنه، اعمال نمی کنه، حکمت خودش رو تدریس می کنه، تعلیم می کنه. ما از طریق کتابت، تزکیه و حکمت به شورا می رسیم، شورایی که افراد اون شورا با عدالت اجتماعی آشنا هستند، با حکمت آشنا هستند، با تزکیه و خالصسازی و پاکسازی آشنا هستند و افراد پاک و حکیم و کسانی که به علم کتابت، به نحوه تنظیم انضباط قرارها برای اداره جامعه آشنا هستند، اینها برگزیدگان مردم باید باشند و برگزیدگان مردم برای خود و برای مردم از طریق شورا یا سیستم پارلمنتری تشکیل قانون میدن و تقنین قانون میکنند. مطلب دیگری که در ایمیل من دریافت شده و در فیسبوک هم تصور میکنم باشه، که برای من یک گویندهی به انگلیسی سخن گفته، مسیحی هم هست و خیلی تعریف کرده از عاشورا که امام حسین خوب بوده و اینطور بوده و اونطور بوده. برای اظهار نظر این نظریه رو برای من فرستادن. کسانی که صدای من رو میشنوند و میدانند که من راجع به چه چیزی صحبت میکنم، یک 5-6 دقیقه است یا 4 دقیقه یک آقایی است که میگوید که به انگلیسی میگوید، پایین به فارسی نوشته میشه، که من فکر میکنم استاد ابتهی فرستادن یا توی سایت ایشان دیدم به نظرم. به هر حال ظاهر قضیه خیلی خوب صحبت میکنه که امام حسین چنین بوده و چنان بوده، ولی در یک جا نشان میده که سالم نیست این گفتار. چرا؟ برای اینکه در لابلای حرفهاش میگوید که ما حکومتی داریم که از طرف خداست و حکومتی داریم که از طرف خدا نیست. یعنی در واقع سخنرانی این دانشمند بزرگ مسیحی در حمایت از عاشورا نوعاً خیانت به عاشوراست و تجاوز به حقوق شهروندی و حق حاکمیت مردم است. چون در اونجا در لابلای سخنانی که جانب دلسوزانه داره برای حمایت از امام حسین میگوید که بله، جنگی که بین حسین و یزید شد برای این بود که حسین از خانواده‌ای می‌آید که موضوع خلافت و موضوع ولایت که یک امر الهی است مورد ادعای حسین بوده. خلاصه جان کلامشونه، هرگز چنین چیزی نبوده. دقیقاً صفات یزید رو به حسین داده و نشان میده که تمام سرمایه این کار انحرافی و فریبکارانه به وسیله جمهوری اسلامی پرداخت شده و اونقدر ظاهرش فریبنده و دوست داشتنی است که اگر دقت کافی نشه اون رو میخره انسان. که جنگ کربلا برای چی بوده، فاجعه کربلا برای چی بوده؟ برای اینکه امام حسین از طرف خدا ولی فقیه بوده و یزید آمده حق ولایت حسین رو گرفته. یعنی 180 درجه ماجرای عاشورا رو
این مرد بزرگوار با بوچه جمهوری اسلامی عوض کرده. یعنی هدف از این کار این است که توجیه بکند مقام ولایت رو، در صورتی که بدون اینکه من قصد توهین به هیچ فردی داشته باشم، چه ایران باشه، افغانستان باشه، هر جا باشه، اصلا توهین به کسی رو جایز نمیدانم، ولی تعریف میکنم، معرفی میکنم به اندازه شعور و معرفت خودم. اصلا نظام یزیدی و مکتب فکری یزیدی که ارثی است که یزید از پدرش معاویه میبره، این ادعاست که خلافت از طرف خدا برای بشر روی زمین معین می شود، و چون در قرآن گفته که بشر خلیفه خداست، ما اون خلیفه هستیم. این خلیفه هم یعنی رئیس جمهور، یعنی پادشاه، یعنی ولی فقیه، یعنی خلیفه، یعنی همین چیزهایی که هست، و درست برعکس اون چیزی که اینها خون امام حسین رو پامال میکنند، به خاطر اینکه امام حسین معتقد به شورا و گزینش و حکومت از طرف شورا بود، و یزید حکومت رو از آن حکومت سیاسی رو از آن خدایی میدانست که اون خدا اون حکومت سیاسی رو به او واگذار کرده، یعنی به پدرش واگذار کرده، پدرش هم به او. چون من حدود 10 ساعت در این مورد سخن گفتم، از شما دعوت میکنم که این فرصت رو داشته باشید، و توی عمر آدم 10 ساعت هم ارزش داره البته، ولی هدر نمیره. نگاه کنید این برنامه رو ببینید و ببینید که به صورت موزیانه هنوز هم به مکتب عدالت حسینی یا مکتب رعایت حق حاکمیت فردی و تجلی حق حاکمیت فردی در حق حاکمیت ملی چه خیانت های سنگینی انجام می شود. و همونطور که عرض کردم، ما برای اینکه کسانی که به تشریفات بزرگ داشته سید شهدا ظاهر یا باطن پابند هستند، ما هم با اونها با بزرگ داشته همه صحابه پیامبر، بالاخص کسانی که نقطه عطفی در تاریخ بودند مثل حسین، با همه شما موافق هستیم و باید این مراسم رو تذکر داد و یادآوری کرد. اما در این حال این مطلب رو هم باید رعایت کرد که حالا که ما چند دقیقه رو به این کار میخوایم اختصاص بدیم، لااقل از یک متنی استفاده بکنیم که جنبه آموزشی هم داشته باشد، یعنی نشان بدهد که خروج از مکتب شورایی و عدم رعایت حق حاکمیت فردی دنیا رو به این روزی مبتلا میکنه که ما مبتلا هستیم. نمیدانم که اتاق فرمان یک کلیپ کوتاهی در این مورد من پیشنهاد کرده بودم که پخش بکنن، نمیدانم که آماده دارید این رو. این 7 دقیقه به نظرم طول میکشه، این رو با هم نگاه بکنیم. و شعری که گفتاری که به صورت شعر در این بزرگداشت خوانده می شود کاملا به وسیله من تایید می شود. مطالب شعر حدود 85% از مطالب کاملا قابل قبول است، 15% از مطالب مربوط به ظهور امام زمان می شود که مورد قبول من نیست. نمیگویم درست است یا غلط است، عقیده خودم را عرض میکنم که تصدیق این مطلبی رو که ما پخش میکنیم، چون ما همه چیز رو پخش نمیکنیم،
این مطالبی رو که خواهید شنید 85% مربوط به حکومت شورایی قرآنی میشه، 15% مثل همین گفتار اون آقای مسیحی انگلیسی زبان که یک چیز دروغی رو کارگزاری میکنه، این همون کار رو هم اینها کردن. لابلای شورای قرآنی موضوع ظهور ناجی و منجی و امام زمان اینها رو مطرح کردن که ظهور امام زمان ارتباطی با امام حسین نداره. حالا در مورد اون هم بحث شده، باز هم بحث خواهیم کرد، بدون اینکه وحشتی داشته باشیم از کسی چیزی یا خطری. اما اون 15% رو در ذهنتون کنار بگذارید. 85%ش یک مکتب آموزشی بسیار اموشنال و احساسی و منطقی است. با هم نگاه میکنیم به این کلیپ کوتاه و بعد به ادامه تشریح آیات قرآن از سوره احزاب آیه 33 میپردازیم. با ما باشید.